سرخط خبرها آب پاکی حماس روی دست کشورهای عربی نگرانی آمریکا از تقویت همکاری های ایران و پاکستان و هشدار مسکو در مورد پیامدهای خطرناک رزمایش های ناتو نزدیک مرزهای روسیه به نام خدا سلام به این مسته خبری از پیک خوش آمد. رسانه عرب زبان رایل یوم نوشت که اسام همدان از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس آب پاکی را رو روی دست کشورهای عربی ریخت که پیشناداتی را برای دست یا بی مطرح کردند به نقل از رایل یوم منابع عالی رتبه فاش کردند که حماس طی هفته های اخیر پیشنهادهای زیادی برای تسهیل در روند دست یا دریافت کردند است. این منابع به رایال یوم گفتند که از بارسترین این پیشنهادها که از سوی کشورهای عربی صاحب نفوذ در منطقه به حماس ارائه شده خلع اصطلاح کامل و آماده سازی آن برای وارد شدن به یک فرایند سیاسی بزرگ است منابع یاد شده بیان کردند که پیشنهاد خلع اصطلاح جنبش حماس موضوع جدیدی نیست اما در برهه اخیر به شکل گسترده در میز مذاکرات مطرح شده که این جنبش در ازای آن به امتیازهای سیاسی در زمینه اوضاع داخلی فلسطین دست یابد و حمایت گسترده ای از حماس از سوی کشورهای عربی دریافت کند این منابع تاکید کردند که حماس همه این پیشنهادها را به شکل قاطع رد و آن را به مسابه عبور از خطوط قرمز خود عنوان کرده است منابع مذکور افزودند که آنچه حماس را نگران می کند میزان همسوی کشورهای عربی برای برچیدن سلاح آن است روند این تحولات در زمینه پرونده فلسطین خطرناک و بی سابقه و مطابق با شروط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای توقف جنگ دویست روزه غزه است و الیوم نوشت این در حال است که اسامه همدان از رهبران حماس آب پاکی را روی دست مطرح کنندگان این پیشنهاد داد ریخت و گفت که ایده خلع اصلاح مقاومت ساده لوحانه و نه منطبق بر واقعیت هاست و از عرصه در کردن مقاومت توهمی نیست. در همین حال ابراهیم المدهون تحلیلگر امور سیاسی در این زمینه گفت که بحث خل اصلاح دقیق نیست سعی حماس همواره تشکیل دولت فلسطین بوده است درست است که حماس بدون دنبال این هدف یعنی تشکیل دولت فلسطین است اما نمیخواهد راهی را برود که دیگر گروه های فلسطینی رفتند و هرگز امتیازی بزرگ را نخواهد پذیرفت حماس تا کنون درباره موضوع خل اصلاح بحثی نکرده است وزارت امور خارجه آمریکا نگران از تصمیم اسلام آباد برای افزایش حجم همکاری های اقتصادی با تهران بار دیگر به تهدید ناکارآمد اعمال تحریم ها علیه ایران متوصل شد. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، تارنمای وزارت امور خارجه آمریکا نوشت که ودنت پاتل، معاون سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا در نشست خبری دیشب در پاسخ به سوالی در مورد ساخت بخش پاکستانی خط لولی گاز سول میان ایران و پاکستان گفت که واشنگتن به همه کشورها اطلاع می دهد که خطر تحریم را در مراودات تجاری با تهران مد نظر داشته باشند در جریان نشست خبری دیشب خبرنگاری از پاتل پرسید که در جریان سفر رئیس جمهوری ایران به پاکستان دو کشور هشت تفاهم نامه امضا و توافق کردند که تجارت دو جانبه را به ده میلیارد دلار افزایش دهند یکی از سخنگویان دولت پاکستان نیز گفت که اسلام آباد نیازی به معافیت تحریمی آمریکا برای ساخت بخش پاکستانی خط لوله انتقال گاز ندارد. یالات متحده چه نظری در مورد این توافق ها و اظهارات دارد؟ معاون سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا در پاسخ ضمن اشاره به استقلال پاکستان در سیاست خارجی خود گفت که ما به طور کلی خطر احتمالی تحریم ها را به هر طرفی که مراودات تجاری با ایران را مد نظر دارد اطلاع می دهیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از هدف گذاری افزایش حجم تجارت رسمی ایران و پاکستان به 10 میلیارد دلار و امضای 8 سند همکاری مشترک بین دو کشور خبر داده بود. حسین امیر عبداللهیان ادامه داد که بررسی موضوعات مختلف اما تجارت، انرژی، ترانزیت، علم و فناوری فرهنگی، گردشگری، سلامت و زیارت، همکاری های مرزی مبارزه با مواد مخدر و تروریسم، امنیتی و غذایی میان حیط های عالی رتبه جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به رزمایش های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که قرار است از جمعه هفته جاری در فنلاند آغاز شوند هشدار داد که رزمایش های ناتو نزدیک مرز روسیه خطرات حوادث نظامی احتمالی را افزایش میدهند ماریو زخاروا به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که ائتلاف ناتو به اکتشاف های نظامی خود در کشوری که پیشتر بیطرف و یکی از شرکت کنندگان مورد احترام در مذاکرات تقویت ثبات و امنیت در منطقه بود ادامه میدهد این رزمایش ها نزدیک مرز روسیه خطرات حوادث نظامی احتمالی را افزایش میدهند سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود که مسکو به نوبه خود به دقت اقدامات تهاجمی غرب جمعی را تحت نظر دارد وی تاکید کرد بدون هیچ تدابیر لازم سیاسی نظامی و فنی را برای مقابله با تهدیدها علیه توان دفاعی کشورمان به کار خواهیم بست روسیه پیشتر نیز درباره و تنشها در مرزهای این کشور هشدار داده بود ناتو بهمن گذشته رزمایش مدافع ثابت قدم 2024 را با مشارکت بیش از 90 هزار نیروی نظامی از ایالات متحده و کشورهای همپیمان ناتو آغاز کرد و این مانور تا اواخر مهم اوایل خورداد در اروپا و اقیانوس اطلس شمالی ادامه داشت ناتو در بیانیه خود اشاره‌ای به نام روسیه نکرده اما در سند راهبردی اصلی آن از مسکو به عنوان مهمترین تهدید علیه امنیت اعضای این پیمان یاد شده است رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) با برشمردن چندین مؤلف هشدار داد که تهدیدهای تروریستی در ایالات متحده پس از حمله 7 اکتبر حماس به رژیم اسرائیل وارد سطح دیگری شده است. به گزارش روز چهارشنبه از شبکه خبری فاکس نیوز، کریستوفر ری به قانونگذاران آمریکایی هشدار داد که تهدید تروریسم پس از حمله یاد شده به شدت افزایش یافته و وارد سطح دیگری شده است. به گفته این مقام دولت فدرال آمریکا در حوزه آرزه گوناگون از تروریسم چین و حتی مرز های با و تهدیدات داخلی و بین المللی بسیاری رو برسته. این نخستین بار نیست که رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا نسبت به افزایش تهدید تروریسم در مقابل قانون گذاران این کشور هشدار میدهد وی در اوایل ماه جاری میلادی نیز در یک کمیته فرعی تخصیص مجلس نمایندگان گفته بود که بودجه سال مالی 2024 FBI نزدیک به 500 میلیون دلار کمتر از مقداری است که نهاد مطبوعش برای برای ادامه تلاش های سال 2023 خود با ان نیاز داشت. مقام دولت آمریکا در این خصوص گفت که کسری بودجه نمی در زمان بدتری از حال حاضر رخ دهد. این شبکه که خبری در ادامه به نقل از مدیر اف بی آی به بررسی برخی از مهمترین تهدیدها پرداخته که ایالات متحده در ماه و سال های آینده با آنها مواجه است. اف بی آی از میان تمامی تهدیداتی که ایالات متحده با آن مواجه است، چین را از همه بالاتر ارزیابی کرده است. به دایره پکن یک دستگاه امنیت سایبری ضد جاسوسی گسترده ایجاد کرده که به سرقت مالکیت معنوی و جرایم اختصاص داده شده است و این مدعی شد که برنامه حک پکن از مجموع برنامه حک هر کشور بزرگ دیگری از این و حامی اصلی آن ارتش چین است وی ای در برای درک گستردگی عملیات چین گفت که حتی اگر تمام ماموران سایبری ارشد و تحلیلگران اطلاعات سایبری آمریکا تنها بر روی تهدید پکن متمرکز شوند هکرهای چینی همچنان تعدادشان بیشتر است ممنونیم از اینکه تا پایان یعنی این بسته که خبری با ما همراه بودید